درود، براتون میخوام داستان پرنده آبی رو تعریف کنم. داستان پرماجرا و عاشقانه شاهزاده خانم رو. تا انتهای داستان با من همراه باشی. یکی بود یکی نبود. در روزگاران قدیم مرد ثروتمندی بود که فرزندی نداشت. روزی آینه را به دست گرفت و به صورتش نگاه کرد و دید ریشش سفید شده. آهی کشید و آینه را به زمین زد. در این موقع در صدا زد و درویشی آمد و گفت برای چه افسرده حالی؟ گفت بابا درویش، ریشم سفید شده ولی هنوز صاحب فرزندی نشدم. درویش سیبی در آورد و به او داد و گفت این را بگیر، نصفش را خودت بخور و نصف دیگرش را به زنت بده. فرزندتان که به دنیا آمد باید تا 6 ماه در بغل نگهش دارید. اگر یک لحظه به زمین بگذاریدش دیگر رویش را نمی بینید. گفت حالا من صاحب بچه بشوم؟ 6 ماه سهل است، 6 سال نمی گذارم پایش به زمین برسد. 9 ماه و 9 روز و 9 ساعت بعد همسر تاجر پسری زایید که اسمش را حسن یوسف گذاشتند. تاجر دایه‌ای گرفت و بچه را به دستش داد و به او گفت مثل تخم چشمت مواظبش باش و هیچ وقت به زمین نگذارش. بچه که 2 ماه شد برایش خط سوران گرفتن و شهر را چراغانی کردند و جشن برپا کردند. در میان هیاهوی جشن و شادی دایه تنگش گرفت. به این یکی گفت 1 دقیقه بچه را بگیر، اعتنایی نکرد. به آن یکی گفت این بچه را 1 دقیقه بگیر، اعتنایی نکرد. همه سرگرم بزن و بشکن بودند، کاری به کار دیگری نداشتند. دایه این بر رو نگاه کرد، آن بر رو نگاه کرد، دید کسی نیست. پیش خودش گفت هیچ طوری نمیشود، بچه رو میگذارم همینجا، زود برمیگردم. این رو گفت و بچه رو به زمین گذاشت و رفت. وقتی که برگشت دید جا تر است و بچه نیست. 2 دستی روی سرش زد و شروع کرد به گریه کردن. تاجر ماتم گرفت و داد همه جای شهر را پارچه سیاه کشیدن. در شهر دیگری پادشاهی بود و این پادشاه دختری داشت. دختر هر روز کنار پنجره می نشست و برای 40 پرندهش دانه می ریخت. روزی همونطوری که نشسته بود و دانه خوردن پرنده ها رو تماشا می کرد دید که یک پرنده آبی هم میان آنهاست. 1 دل نه 100 دل عاشق پرنده آبی شد. از قضا همین که خواست مشتی دانه برای پرنده ها بریزد علنگویش لیز خورد و افتاد. پرنده آبی علنگو را به منقار گرفت و برد. دختر با حسرت به پرنده آبی نگاه کرد که پر زد و رفت و از چشم ناپدید شد. دختر مریض و بستری شد. پادشاه همه طبیب های شهر را جمع کرد ولی هیچ کدام نتوانست علاجش کنند. بالاخره یکی گفت که پادشاه بده حمامی درست کنند که وقتی مردم برای شستشو میآیند به جای پول قصه بگویند تا سر دخترت گرم شود و غم و غصه هایش را از یادش برود. پیرزنی بود که پسری داشت. به او گفت پسرم برو در کوچه خیابان تو هم داستانی یاد بگیر، مدت هاست به حمام نرفتم. پسر با ابروهای در هم کشیده به کوچه آمد و پای دیوار گرفت و نشست. دید قطاری از شتر با بار طلا دارن میآیند. جست سواری یکی از شترها شد. شترها رفتند و رفتند تا به در باغی رسیدند. در باغ خود به خود باز شد. شترها رفتند تو و بارهایشان را خالی کردند و برگشتند. پسر به اتاقی رفت، دید هر نوع خوردنی آنجا هست. کمی خورد و در جای پنهان شد. مدتی که گذشت 41 پرنده بال زنان از راه رسیدند و بال یکی از آنها آبی بود. پرنده ها پیراهنشان را درآوردند و شدند 40 دختر زیبا. به استخر پریدند و شروع کردند به شنا. پرنده آبی پیراهنش را که درآورد پسر رعنایی شد. به اتاق آمد، علنگوی عجیبش درآورد، دستهایش را به آسمان بلند کرد و گفت خدایا صاحب این علنگو را به من برسان. بعد علنگو را دوباره به جیبش گذاشت و پیراهنش را پوشید. دختران هم از استخر در آمدند، پیراهنهایشان را پوشیدند، پرنده آبی را برداشتند و پر کشیدند و رفتند. پسر به خانه آمد و به پیرزن گفت ننه، قصه یاد گرفتم، تو برو حمام، بگو قصه را پسرم خواهد گفت، من میایم و قصه را میگویم. پیرزن خوشحال شد و رفت به حمام و شستشو کرد. کنیزها گفتند حالا بیا قصه ات را نقل کن. گفت الان پسرم را صدا میزنم برایتان نقل کنم. پسرش آمد، شروع کرد به نقل آنچه صبح دیده بود. تا رسید به جایی که 1 پرنده آبی هم میان 40 پرنده بود، دختر از هوش رفت و افتاد. کنیزها به سر پسر ریختند و تا میخورد کتکش زدند که چه کاری کردی که شاهزاده قش کرد. گلاب به رویش باشیدند، شانه هایش را مالیدند تا حالش سر جا آمد. همین که چشم باز کرد گفت پسر کجا رفت؟ زود پیدایش کنید و بیاوریدش پیش من. کنیزها رفتند و توی کوچه پسر را پیدا کردند و آوردند. دختر پادشاه گفت خب بگو
ببینم بعد چه شد. پسر گفت خانم من دیگر چیزی نمیگویم، تو بیهوش میشوی، میفتی و اینها مرا خرد و خمیر میکنند. شاهزاده گفت هر بلایی به سر من بیاید به این پسر کاری نداشته باشی. پسر همه قصه‌اش را که گفت، دختر به حرف آمد و گفت حالا میتوانی مرا به آن باغ ببری؟ پسر گفت هر وقت شترها برگشتند بله. پسر سر کوچه ایستاده و منتظر شترها بود که دید دارن میآیند. با شتاب دوید به حمام رفت و گفت شاهزاده خانم زود باش که آمدن. شاهزاده دوید بیرون و هر کدام سوار شتری شدند و رفتند. شترها به در باغ رسیدند، در خود به خود باز شد و رفتند تو. بارشان را خالی کردند و برگشتند. پسر دختر رو در جای پنهان کرد. کمی بعد پرنده ها آمدند و شروع کردند به شنا. پرنده آبی هم در اتاق گفت خدایا صاحب این علنگو را زود برسان. پسر در آمد و گفت اگر من صاحب علنگو را بیاورم به من چه میدهی؟ گفت از مال دنیا بی نیازت میکنم. پسر دختر را صدا زد. همین که دختر پسر یکدیگر را دیدند بیهوش شدند و افتادند. پسرک گلاب به رویشان پاشید و به حالشان آورد. پسر دختر را به زنی گرفت و مدتی گذشت که دختر آبستن شد. پسر گفت این 40 تا پرنده عاشق منند. حالا اگر تو بچه‌ای بزایی و این بچه هم گریه کرد و سر و صدا را انداخت، پرنده‌ها خبردار میشوند، هم تو رو کشند و هم بچه‌ات را. فردا با هم راه میافتیم، من پرواز کنان تو پای پیاده. سر دیوار هر خانه ای نشستم، تو در را بزن و بگو شما را به جان حسن یوسف بگذارید چند روزی اینجا بمانم. کنیز آمد و به خانومش گفت. خانوم آهی کشید و گفت باز داغ دلم را تازه کردی، برو بگو بیاید تو. دختر را در اتاق تاریکی جا دادند. چند روز بعد زایی. خانوم دلش به حال او سوخت و به کنیز گفت که شب برود پهلویش بخوابد، چون زاو را نمیشود تنها گذاشت. شب کنیز دید کسی شیشه پنجره را زد و گفت هما جان. دختر جواب داد بفرما تاج سرم. شاه ولی در چه حال است؟ خابیده تاج سرم. مادرکم آمد و بچه‌ام را مثل بچه خودش بغل کرد. نه تاج سرم. بعد گذاشت و رفت. صبح کنیز پیش خانمش آمد و گفت خانم امشب چیز عجیبی دیدم. جوانی آمد و اینطور گفت و برگشت. زن گفت انگار پسرم حسن یوسف برگشته، امشب خودم پهلوی زاو میخوابم. بعد هم غذاهای خوبی برای دختر پخت، بچه را تر و خشک کرد، لحاف و تشکش را عوض کرد و شب پهلویش خوابید. نصف شب باز کسی شیشه پنجره را زد و آمد تو. هما جان بفرما تاج سرم. شاه ولی در چه حال است؟ خوابیده تاج سرم. مادرکم آمد و بچه‌ام را مثل بچه‌ی خودش بغل کرد. بله تاج سرم. آن وقت خواست برگردد و برود که زن بلند شد و بغلش کرد و گفت پسر جان دیگر نمیگذارم از پیشم بروی. حسن یوسف گفت مادر 40 پرنده عاشق منند. درویش گفته بود که نباید 6 ماه مرا به زمین بگذارید. تا دایه مرا زمین گذاشت، پرنده ها از کمین در آمدند و مرا برداشتند و بردند. مادرش گفت حالا چه کار باید بکنیم؟ پسر گفت در حیاتمان تنوری درست کنین، در یک طرفش راه فراری بگذارید. من به پرنده ها میگویم که خودم را به آتش خواهم زد. میگویند نه نزن. میگویم نه حتما میزنم. آنها هم میگویند اگر تو خودت را به آتش بزنی ما هم میزنیم. من اعتنایی نمی کنم و خودم را به آتش میزنم و از سوراخ در میروم و آنها هم میسوزند و خاکستر میشوند. فردا صبح زن دستور داد در حیاط تنور بزرگی درست کردند و همونطور شد که حسن یوسف گفته بود. حسن یوسف پیراهن پرنده آبی را درآورد و در کنار همسر و فرزند و مادر و پدرش سالهای سال با شادی و خوشی زندگی کردند و به مراد دلشان رسیدند. شما هم سالهای سال با دل خوش زندگی کنید و به مراد دلتان برسید. دوستان خوبم، از اینکه کانال داستان‌ها و افسانه‌ها رو سابسکرایب می‌کنید و علامت زنگوله رو روی آل می‌ذارین متشکرم. با این کار خانواده داستان‌ها و افسانه‌ها بزرگتر میشه و افراد بیشتری میتونن داستان‌ها و افسانه‌های کهن ایرانی رو بشنون. تا داستانی دیگر، بدرود.